سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز مذاکرات کارشناسی هسته ای ایران و گروه پنج با علاوه یک از امروز پنجشنبه در وین از سر گرفته می شود این مذاکرات درباره گام پایانی توافقنامه ژنو به مدت سه روز برگزار می شود ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین وزارت امور خارجه ایران بر عهده دارد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران محور مذاکرات کارشناسی را بحث و گفتگو درباره جزئیات موضوعات عنوان کرده است دومین دور مذاکرات وین روزهای 27 و 28 اسفند ماه 92 برگزار شد و در آن به مواردی همچون همکاری های بین المللی در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، غنیسازی راکتور تحقیقاتی عراق و تحریم‌ها پرداخته شد. ادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید هیچ زمینه برای افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران وجود ندارد آقای بروجردی این مطلب را در واکنش به قطنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا مبنی بر درخواست گشایش دفتر این اتحادیه در تهران بیان کرده است کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوشنبه 11 فروردین پیشنویس قطعنامه راهبردی این اتحادیه در قبال ایران را تصویب کرد که در آن موضوعات نظیر انتخابات ریاست جمهوری 92 ایران برنامه هستهای روابط ایران و اتحادیه ای اروپا موضوعات منطقی و حقوق بشر گنجانده شده است در این پیشنویس آمده انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 92 بر اساس استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا برگزار نشده است منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا و نیز سفر اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران گفته است کاترین اشتون پشت گوشش را ببیند که دوباره به ایران بیاید پیشنویس قطعنامه اتحادیه اروپا بر لزوم صدور ویزای ایران برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و امکان ورود بدون قید و شرط او به این کشور تأکید شده است این قطنامه ضمن تاکید بر حقوق بشر و پشتیبانی از حقوق اقلیت ها از کاترین اشتون خواسته که مقدمات تاسیس دفتر نمایندگی در تهران را تا پایان سال 2014 فراهم سازد منصور حقیقتبور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین این قطنامه را دخالت جدی در امور داخلی ایران دانست است. وی با اشاره به بخش دیگری از این قطنامه که در خصوص رهبران جنبش سبز است گفت شیرمردان جمهوری اسلامی اجازه کوچکترین تحرکی به اروپا برای فتنگری در ایران را نخواهند داد. حقیقت پور پیش از این و در 19 هم اسفند هم در واکنش به دیدار اشتون با فعالان مدنی و دیدار تاریا کرومبرگ و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی گفته بود آنها در دو سفر قبلی خود در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران فضولی کردند و در چنین شرایطی اجازه تأسیس دفتر به آنها نخواهیم داد زیرا این اقدام به مسلحت نیست وی همچنین در 26 اسفند 1392 نیز گفته بود اشتون و کرومبرگ خیلی نکبت هستند و لیاقت این دو شخص نفرین است دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور دعوت جمهوری اسلامی برای سفر به ایران را پذیرفته است به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی آقای هانس فیشر رئیس جمهور اتریش گفته هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده است یک منبع دیپلماتیک به رویترز گفته است آقای فیشر احتمالاً اواسط سال جاری میلادی به ایران سفر خواهد کرد اما زمان آن به مسائل بسیاری از جمله روند مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران نخستین سفر رئیس یک دولت غربی به ایران طی سالهای گذشته خواهد بود در کنار این سفر احتمالی قرار است سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش نیز ظرف یک ماه آینده به اسرائیل و ایران سفر کند سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعلام کرده گرچه هنوز برنامه کاری مربوط به سفر آقای کورتس به ایران مشخص نیست ولی اتریش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و برنامه هسته‌ای آن گفتگو خواهد کرد دولت حسن روحانی تنش زدایی و بهبود رابطه با کشورهای منطقه و غرب را از محورهای اصلی سیاست خارجی خود اعلام کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل عمیقا نگران است گفته می شود آقای ابوطالبی عضو گروهی از دانشجویان بوده است که در حمله به سفارت آمریکا در تهران در روز 13 آبان سال 58 و گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی دست داشته وزارت امور خارجی آمریکا اعلام کرد به ایران اطلاع داده است که از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل عمیقا نگران است به گزارش رویترز ماری هاف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به نظر ما معرفی این فرد شدیدا دردسر آفرین است ما در حال بررسی این پرونده هستیم و درباره احتمال معرفی وی نگرانی عمیق خود را به دولت ایران منتقل کردیم اگرچه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در خصوص صدور ویزا پاره ای از استثناات وجود دارد اما نگفت که آیا این استثنات شامل حمید ابو طالبی خواهد شد یا خیر تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا هم روز گذشته از دولت باراک اوباما خواستند تا از صدور ویزا برای حمید ابو طالبی سفیر تازه ایران در سازمان ملل خودداری کند رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال صدور ویزا از سوی وزارت خارجه آمریکا برای آقای ابو طالبی را نگران کننده خواند. بری روزن از دیگر نمایندگان هم در این خصوص گفت که هر گونه صدور روادید برای حضور حمید ابو طالبی در خاک آمریکا نشانه شرمساری و بی‌آبرویی است. جان لیمبرت نیز گفته که چنین انتخابی خیلی عجیب است و ممکن است باعث شود زخم‌های قدیمی دوباره سرباز کنند. سناتور جمهوری خواه کروز پیشنویس قانونی را به کنگره ارائه کرده که در صورت تصویب به دولت اجازه می دهد مانع ورود هر شخصی به خاک آمریکا شود که اقدامات خصمانه آشکاری علیه ایالات متحده انجام داده باشد. آقای کروز گفته است این انتخاب تعمدی است، یک توهین و حرکت تحقیرآمیز و حساب شده است. جان مکین دیگر سناتور جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 نیز گفته است ما نباید ابو طالبی را قبول کنیم ما اگر مجبور بشویم حتی باید قواعد و قوانین ما را تغییر بدهیم تا اجازه ندهیم کسی که دست به چنین رفتار مجرمانه ای یعنی گروگانگیری زده است به ایالات متحده بیاید در همین راستا حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران سکوت وزارت خارجه در این خصوص را بسیار عجیب خوانده و گفته است که این سکوت به جای خود بسیار پرسش برانگیز است آقای علیزاده در خصوص اینکه آیا آمریکا می تواند از ورود ابو طالبی به نیویورک جلوگیری کند هم گفته است قطعا اینطور است به این دلیل که از روزی که پذیرفته شد که مقر سازمان ملل در نیویورک باشد پذیرفته شد که کلیه قوانین داخلی کشور پذیرنده یعنی ایالات متحده می بایست توسط سازمان ملل مراعات بشود همچنین روزنامه کیهان هم به شدت از سکوت وزارت خارجه ایران در قبال عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی انتقاد کرده است این روزنامه از وزارت خارجه خواسته است سریعا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه دهد دولت حسن روحانی به تازگی حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل به جای حمید خزایی معرفی کرده است ماجرای دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری 440 روزه را نخستین بار خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرد و با اشاره به عکسی که در وبسایت تسخیر منتشر شده است او را منتسب به دانشجویان پیرو به خط امام دانست گروهی که در سال 1358 با هجوم به سفارت آمریکا در تهران آن را به تصرف خود درآوردند آقای ابو این اتهام را تکذیب کرده و میگوید که تنها مدتی پس از وقوع گروگانگیری همراه با نماینده پاپ به سفارتخانه آمریکا رفته و نقش مترجم را داشته است رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیلی ها درباره توسل به گزینه نظامی درباره جمهوری اسلامی ایران اطمینان داد. به گزارش USA Today، جنرال مارتین دمسی اعلام کرد در حال حاضر آمریکا و اسرائیل درباره آنچه که وی تهدید ایران برای منطقه خوانده است، اتفاق نظرهای وسیعی دارند. وی همچنین گفته آمریکا و اسرائیل درباره نحوه مقابله با ایران اتفاق نظر دارند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفته است اسرائیل از قابلیت ما برای استفاده از گزینه نظامی در صورتی که ایرانی ها از مسیر دیپلماتیک خارج شوند راضی هستند و من فکر می کنم که آنها این را باور می کنند که ما از گزینه نظامی استفاده خواهیم کرد. وی با اذعان به وجود اختلاف میان آمریکا و اسرائیل در گذشته گفته آمریکا و اسرائیل در حال حاضر درباره تهدیدات ایران و نحوه مقابل با آن به هم نزدیکتر هستند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ساعت دوازده شامگاه چهارشنبه رسما پایان یافت در قانون انتخابات افغانستان آمده است که 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات مبارزات انتخاباتی نامزدان زب... نام باید پایان یابد و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آغاز شود. از سوی دیگر جنرال محمد دوران فرمانده عمومی نیروی هوایی ارتش افغانستان گفت برای رویدادهای احتمالی چرخبال در بخش از افغانستان در حال آماده باش قرار دارند و در روز برگزاری انتخابات در حال گشت زنی هوایی خواهند بود تا انتخابات در فضایی آرام برگزار شود. مقام های امنیتی افغانستان اعلام کردند بیش از 17 هزار پلیس برای تامین امنیت انتخابات سراسری افغانستان موظف شدند و هیچ تهدیدی در مسیر انتخابات وجود ندارد. یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمبی در مقابل وزارت کشور افغانستان در کابل جان خود و دست کم شش مأمور پلیس را گرفت این حمله که در آستانه انتخابات 16 همه فروردین ریاست جمهوری افغانستان رخ داده پنجمین حمله انتحاری در کابل طی روزهای اخیر است وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه گفته است فرد بمبگذار یونیفرم نظامی بر تن داشته و با نزدیک شدن به این وزارتخانه و چند پلیس مواد منفجره همراه خود را منفجر کرده است طالبان با ارسال ایمیلی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گروه طالبان بر شدت حملات خود افزوده و به ویژه سازمان, سازمان انتخابات و خارجیان را هدف قرار داده است اما این حملات تأثیر کمی بر کارزارهای انتخاباتی در این کشور داشته است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیروهای امنیتی این کشور تدابیر شدیدی را در تمام شهرهای افغانستان به ویژه کابل در پیش گرفتند وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به تصمیم ناتو برای تعلیق همکاریها با مسکو اعلام کرد این اقدام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یادآور دوران جنگ سرد است به گزارش خبرگزاری ریانوویسی الکساندر لوکاشوویچ شوویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد تصمیم ناتو برای تعلیق همکاریها با روسیه به مانند کشمکش های به سبک جنگ سرد است پس از الحاق کریمه به روسیه وزارای امور خارجی 28 کشور عضو ناتو در واکنش به این اقدام روز سهشنبه اعلام کردند که تمام همکاری های خود را با مسکو تعلیق می کنن. بر همین اساس فوگ راسموسن دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت روسیه در صورت دخالت بیشتر در اوکراین پس از الحاق کریمه اشتباهی تاریخی مرتکب می شود در رویداد دیگر ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نخستی مصاحبه خود پس از فرار به روسیه گفته است دعوت او از نیروهای روسیه برای حضور در کریمه اشتباه بوده و الحاق این شبه جزیره به روسیه یک تراژدی عظیم است آقای یانکوویچ به خبرگزاری آسوشیتد پرس و تلویزیون دولتی انتیوی روسیه گفته است او همچنان امیدوار است تا در مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را متقاعد کند که کریمه را به اوکراین بازگرداند وی بی با بیان اینکه الحاق این منطقه به روسیه یک تراژدی عظیم است تاکید کرد که اگر او همچنان در مسند قدرت بود، تصرف کریمه اتفاق نمی‌افتاد. یاروکوفچ در فوریه گذشته و پس از ماهها اعتراض مردمی به خاطر فساد و نزدیکی به روسیه، به جای ارتباط بیشتر با اتحادیه اروپا، از اوکراین گریخت و به روسیه پناهنده شد. به دنبال تیراندازی در پایگاه فورت هود ارتش آمریکا در تگزاس دست کم یک نفر کشته و چهارده نفر نیز مجروح شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس مرکز استراری این پایگاه گفته گزارش های اولیه نشان می داد که فرد تیرانداز کشته شده است اما این گزارش هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. پیشتر به دنبال وقوع این حادثه مقام های ارتش آمریکا با هشدار به افراد حاضر در این پایگاه از آنها خواسته بودند که در محل های استقرار خود پناه بگیرند. رئیس جمهور سوریه میگوید روسیه در رسیدن به عدالت میان دولت ها و مردمی که به حاکمیت و استقلال تصمیمگیری خود اعتقاد دارند کمک می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بشار رسد در جریان دیدار هیاتی از مقامات روسی از دمشق گفته است مسکو به ایجاد جهان چند قطبی کمک کرده است. به همچنین گفته مردم سوریه در جنگ علیه تروریسم گزینه جز پیروزی پیش رو ندارند. در رویدادی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران که به چند کشور عربی سفر کرده است نسبت به وضعیت سوریه هشدار داد مقام وزارت خارجه ایران تداوم وضعیت کنونی در سوریه را برای کشورهای منطقه مخاطر آمیز دانست و گفت بدون توقف ارسال سلاح و اعزام تروریست ها به سوریه نمیتوان به حل و فصل بحران این کشور خوشبین بود. خبرگزاری فلسطینی ماو روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه اعلام کرد جلسه طوفانی مارتین ایندیک نماینده آمریکا با رؤسای هیئت‌های فلسطین و اسرائیل در ساعات پایانی روز چهارشنبه بدون موفقیت پایان یافت. روزنامه های اسرائیل به نقل از منابع فلسطینی نوشتند که این جلسه یک جنگ سیاسی شدید بود و ایندیک نتوانست دو طرف مذاکره کننده را آرام کند. در این جلسه اسرائیل تهدید کرد طرف مقابل را تحریم می کند و صاحب عریقات رئیس هیات فلسطینی نیز اعلام کرد که از سوی سازمان ملل متحد می خواهد تا حکومت خودگردان را به عنوان نماینده فلسطین اشغالی به رسمیت بشناسد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود به رام الله و قدس را لغو کرد و امروز راهی الجزایر شد و گفت اختلاف فلسطینیان و اسرائیل درباره فرایند است و در مورد مسائل بنیادی با یکدیگر اختلاف ندارند آقای کری از دو طرف خواست تا مذاکرات صلح را رهبری کند و افزوده از آمریکا بر تداوم مذاکرات متعهد است و گفتگوهای دو طرف ادامه خواهد یافت اتحادیه عرب خواستار برگزاری نشست فوقالعاده در سطح وزرای خارجه کشورهای عربی برای بررسی آخرین تحولات مربوط به مذاکرات صلح فلسطین اسرائیل شد به گزارش خبرگزاری فرانسه نبیل العربی دبیر کل اتحادی عرب ضمن دعوت برای برگزاری نشست فوقلاده کشورهای عربی تأکید کرد در این نشست علاوه بر مسئله مذاکرات صلح مخالفت اسرائیل با آزادسازی اسرای مرحله چهارم بررسی خواهد شد در رویداد مرتبط دیگری نیز نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد گفت واشنگتن با اقدامات یکجانبه تشکیلات فلسطینی برای تأسیس کشور مستقل مخالف است سامانتا پاور به کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت هیچ راهی به جز مذاکره با اسرائیل برای حل این مشکل وجود ندارد به افزود که اقدامات یک جانبه می تواند تأثیر بسیار مخربی بر روند صلح بگذارد اسرائیل و تشکیلات فلسطینی از سابستان گذشته با میانجیگری وزیر امور خارجه آمریکا مذاکراتی را آغاز کرده بودند اما پیشرفتی نداشتند اسرائیل از آزاد کردن شماری از زندانیان فلسطینی خودداری می کند. این کشور همچنین روز سهشنبه با ساختن واحدهای مسکونی تازه در شرق بیت المقدس موافقت کرد همزمان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سهشنبه شب ناگهان اعلام کرد که قصد دارند فورا تقاضای عضویت در پانزده نهاد سازمان ملل کنند. سازمان آفه بینون ملل خواستار آزادی سید حسین کازمینی بروجردی روحانی زندانی در اوین شد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است این روحانی که دوره محکومیت 11 ساله اش را می به بیماری دیابت آس پارکینسون مبتلاست و یک چشم او هم نابینا شده و نیاز فوری به مداوا در خارج از زندان دارد اما در طول 8 سالی که در زندان بوده تنها سه بار به بیمارستان منتقل شده است به گفته عفو بین حسین کازمینی بروجردی به جرم تبلیغ برای جدایی دولت و دین زندانی شده و زیر فشار است تا توبه نامه بنویسد آیت الله سید حسین کازمینی بروجردی در اکتبر 2006 به همراه بیش از 300 تن از هوادارانش در منزلش دستگیر شد در ابتدا او و 17 نفر از پیروانش به اعدام محکوم شدند اما این حکم بعدها تقلیل یافت و وی به 11 سال زندان خلع لباس روحانیت مصادره منزل و تمامی اموالش محکوم شد محمود کریمی پس از ماجرای مربوط به هفتیر بدون آنکه مجازات شود شب گذشته در بیت رهبری مدهی کرد این نخستین مدهی محمود کریمی در حضور خامنه ای بعد از ماجرای مربوط به هفتیر بود آقای کریمی روز پنجم دیماه سال گذشته به خودروی 206 یک شهروند عادی شلیک کرد. بعد از تیراندازی وی سرنشینان 206 به کلانتری شکایت بردند اما وی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرد و به دین ترتیب پرونده محمود کریمی بدون بازداشت و محاکمی وی مختومه اعلام شد. پس از تیراندازی این مدا مسئولین نیروی انتظامی اعلام کردند که وی مجوز حمل اسلحه داشته و این موضوع واکنش های زیادی را درباره حمل سلاح توسط مدهان به دنبال داشت بر اساس قوانین جزایی ایران هفتیرکشی به قصد ترساندن مردم در حکم محاربه و مجازات آن ادام است یکی از خبرنگاران بی بی سی در پاکستان به نقل از نیروی انتظامی بلوچستان این کشور خبر داد جسد یک ایرانی که در این منطقه پیدا شده به مقامات ایرانی تحویل داده شده است کاغذی در جیب این فرد پیدا شده که بر اساس آن مسئولیت کشته شدن این فرد را گروه جیش العدل بر عهده گرفته است در پی اطلاعیه گروه جیش العدل مبنی بر آغاز مذاکره با ایران درباره مرزبانان روبوده شده استاندار سیستان و بلوچستان این مذاکرات را تایید کرد علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این گروه در آن سوی مرز مذاکرات خود را انجام می دهند اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشد اعلام نظر استاندار سیستان و بلوچستان مبنی بر مذاکره با جیش العدل در حالی است که ایران پیشتر هر گونه مذاکره با این گروه را رد کرده بود. همچنین ساعاتی بعد از این گفته های استاندار سیستان و بلوچستان رسانه های خبری ایران آن را از روی خروجی های خود حذف کردند. در خبری دیگر در این زمینه یک مقام وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده در سلامت هستند. ابراهیم رحیمپور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که هیچ اقدام ناشیانه ای از سوی گروه جیش صورت نگرفته است. به گفته آقای رحیمپور پیگیری ها و برگزاری جلسات مختلف از سوی وزارت خارجه برای آزادی مرزبانان ایرانی در جریان است و تلاشهای ایران برای رهایی این سربازان ایرانی ادامه دارد گروه جیش العد روز سهشنبه دوازدهم فروردین در بیانیه جدید گفت که مذاکرات و رایزنی ها در خصوص آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده در جریان است و تا پایان مذاکرات هیچ گونه خطری جان اسرا را تهدید نمی کنند. محمد حسن رحیمیان طولیت مسجد جمکران که روز گذشته از جشنواری فجر به شدت انتقاد کرده بود این بار نوک حمله پیکان خود را متوجه مهمانداران هواپیما کرد به گزارش خبرگزاری رسا آقای رحیمیان گفته است مهمانداران بزک کرده به سبک غربی در شعن جامعه اسلامی نیست به از اینکه مسئولان با اینکه مسافر این هواپیما هستند به مهمانداران تذکر نمیدهند اظهار تاسف کرده است آقای رحیمیان از حسن روحانی رئیس جمهوری و وزرا خواسته که در این زمینه تمام توان خود را به میدان بیاورند پیش از رحیمیان علم الهدای امام جمعه مشهد هم از حجاب مهمانداران هواپیما انتقاد کرده و آنها را عروسک خوانده بود یک زن ایرانی شهروند بریتانیا به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و روانه زندان ادین شده است همسر وی میگوید دلیل این بازداشت اظهار نظر در فیسبوک بوده است در همین حال وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بدون اطلاف وقت در حال بررسی این مسئله است در رویداد دیگر مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران هم یکی از نزدیکان امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است در نامه از مقامات ایران خواسته که این زندانی را آزاد کند یک زن ایرانی شهروند بریتانیا در جریان سفر به شیراز به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و روانه زندان اوین شده است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از قول داریوش تقیپور نوشته که همسرش رویا صابری نژاد نوبخت هفت ساله مهماه سال گذشته و دو هفته پس از سفر به ایران زمانی که برای دیدار بستگان خود به شیراز رفته بود بازداشت و به تهران بازگردانده شد بر اساس حکم بازداشت خانم نوبخت که یک کپی از آن در اختیار ایندیپندنت قرار گرفته است خانم نوبخت به تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده و از مهماه پارسال در زندان به سر می برد. آقای تقیپور که اکنون در ایران به سر میبرد گفته است این اتهامها پس از اعتراف اجباری همسرش علیه او مطرح شده است وی میگوید که همسرش به دلیل اینکه در اظهار نظری در فیسبوک حکومت ایران را بیش از اندازه مذهبی خوانده بازداشت شده است روزنامه بریتانیایی دیلی میل نیز از آقای تقیپور نقل قول کرده است که همسرش در زندان اوین نگهداری می شود. وی به روزنامه منچستر ایونینگ نیوز نیز گفته است وضعیت بسیار بدی است نمیدانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد رویا حالش اصلا خوب نیست 19 کیلو وزن کم کرده و ترسیده است. او می ترسد که حکومت او را اعدام کند. خانم نوبخ شهروند بریتانیا است و از شش سال پیش به همراه همسرش در شهر استاکپورت بریتانیا زندگی می کند. ناصر همایون فکری کارفرمای داریوش تقیپور به ایندیپندنت گفته است که آقای تقیپور و همسرش افراد سیاسی نیستند. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر به مصری ها نصیحت کرده که عبدالفتاح از سیسی وزیر سابق دفاع این کشور را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کنند. مبارک در گفتگوی تلفنی با روزنامه مصری الیوم گفته است گزینه بهتر از اسیسی برای ریاست جمهوری پیش روی مصری ها نیست. مبارک در مورد تحولات سیاسی مصر نیز نسبت به مسئله اخوان المسلمین هشدار داد و مدعی شد که آمریکا به مصر فشار وارد می کند تا اخوان به صحنه سیاسی بازگردند و به مصر گفته است تا زمانی که اخوان برنگردد به قاهره هواپیمای نظامی نمی دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به چند کشور آفریقایی شب گذشته وارد الجزایر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئله تروریسم و فعالیت گروه های افراطی اسلامی در کشورهایی چون نیجر، مالی، لیبی، تونس و الجزایر از موضوعهای عمده مورد گفتگو خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه الجزایر به رادیوی این کشور گفته است الجزایر میکوشد با هماهنگی با آمریکا به برقراری ثبات و توسعه کشورهای همسایه در معرض های اجتماعی کمک کند جانکری پس از الجزایر به مراکش سفر می‌کند و پس از آن نیز دیداری از چند کشور آفریقایی خواهد داشت مقامات قضایی نیویورک برای جریمه کلیر استریم اقدام کردند کلیر استریم زیر مجموعی از بورس فرانکفورت آلمان است که در حوزه نقل و انتقال ها و پرداخت های بانکی فعالیت می کند. این شرکت در حال هدف تحقیق آمریکا قرار گرفته که سال گذشته نیز به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران برای دسترسی به سازوکار بانکی آمریکا 152 میلیون دلار قرامت به آمریکا پرداخت. شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت دویچه بوز اعلام کرد که آمریکا در خصوص احتمال نقض تحریم های ایران توسط یکی از زیر های این شرکت در حال تحقیق است. به گزارش خبرگزاری رویترز دویچه بوز گفت که یک گروه تحقیقاتی از سوی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک مامور بررسی اقدامات کلیر استریم بنکینگ زیر مجموعه دویچه بوزه برای پولشویی به نفع ایران و نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گفته این خبرگذاری بر اساس اسنادی که در دست بررسی است دادستانی در خلال این تحقیق ها از جمله در حال مطالعه این مکان است که کلیر استریم در جریاناتی مرتبط با بمبگذاری سال 1983 در پادگان دریایی ایالات متحده در بیروت گامهایی به نفع ایران برداشته است. در سال 1983 و در خلال جنگ های داخلی لبنان یک حمله کننده انتحاری با کامیونی حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین المللی بیروت وارد شد و با ایجاد انفجار باعث کشته شدن 241 نظامی آمریکایی شد. اگرچه در آن زمان سازمان جهاد اسلامی از گروه های بنیادگرای مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت اما برخی از گمان زنی ها بر نقش ایران در این حمله تاکید میکرد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این انفجار را رد کرده است. سال 2007 دادگاهی در آمریکا ایران را موظف به پرداخت دو ممیز 67 میلیارد دلار قرامت به خانواده بازماندگان کرد. در این خصوص شرکت دویچه بوزه اعلام کرد در تحقیقاتی که در جریان است در حال همکاری با دادستانی نیویورک است. این شرکت در عین حال تاکید کرد که تحقیقات هنوز در مرحله ابتدایی است تحقیق درباره فعالیت های کلیر استریم در حالی در جریان است که این مجموعه بهمن ماه سال گذشته نیست به منظور خاتمه دادن به پرونده دیگر مرتبط با ایران مجبور به پرداخت قرامت 152 میلیون دلاری شد آن زمان خزانه داری آمریکا کلیر استریم را متهم کرده بود که بین سالهای 2007 تا 2008 ایران کمک کرده است تا با دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با 26 کشور جهان ارتباط مالی برقرار کند. دویچه بوزه همان زمان نیز این اتهام ها را رد کرد و تاکید کرد که پرداخت غرامت به معنای پذیرفتن این اتهام ها نیست. حسین دهدشتی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران اعلام کرده بابک زنجانی قول داده بدهی خود به وزارت نفت را تا اوایل سال 93 بپردازد در غیر این صورت اموال وی مصادره می شود ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه دهم بهمن ماه گذشته گفته بود اموال بابک زنجانی شناسایی و توقیف شده و تحت نظر دادستان قرار دارد بابک زنجانی تاجر و سرمایهدار ایرانی نهم دیماه بازداشت شد. حسین دهدشتی همچنین از تصمیم قوه قضایی مبنی بر دعوت از رضا زراب برای بررسی بیشتر پرونده بابک زنجانی خبر داد. رضا زراب تاجر ایرانی در رابطه با خرید و فروش طلا به ایران آذر ماه 92 به دنبال رسوایی بزرگ مالی در ترکیه بازداشت و در نهم اسفند همان سال از زندان آزاد شد. در پی این رسوایی مالی دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با چالش های عمده روبرو شد معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران رسما دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تایید کرد و گفت به دلیل تحریم ها سپاه وارد حوزه فروش نفت شده است این تایید در حالی است که پیشتر مقامات سپاه دخالت در فروش نفت ایران را انکار می‌کردند با این همه رسانه های متعددی فاش کرده بودند که سپاه به منظور دور زدن تحریم ها مستقیما وارد صنعت نفت کشور شده و در کنار سایر فعالیت های اقتصادی فروش نفت را هم به عهده گرفته است. رسول صنایع راد معاون سیاسی سپاه دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تایید کرده و گفته اگر سپاه چنین کاری نمی‌کرد شرکت‌های خارجی ضربات سختی به اقتصاد ایران میزدند. آقای سنایی راد در گفتگو با سایت بسیرت گفت اگر سپاه در عرصه های مانند صنعت نفت ورود پیدا نکرده بود تحریم شرکت های خارجی می توانست ضربات جبران ناپذیری به صنایع نفتی و فعالیت های اقتصادی ما وارد کند صنای راد افسوده سپاه توانسته در صنایع دقیقی مثل صنعت نفت نقش کند و ورود سپاه به این عرصه سبب شد که خلاها و حفره پوشانده و جبران شود وی در این گفتگو اشاره به جزئیات فعالیت های نفتی سپاه پاسداران نکرده است و تنها گفته که سپاه ظرفیت های مضاعفی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به قوه مجریه دارد. این فرمانی سپاه در عین حال افسوده نگران این بعضی ها وابستگی را عیب و ننگ نشمارند و به بحانه های جهانی شدن و تعامل با سایر کشورها حتی وابستگی را یک نوع مزیت بشمارند. منظور صنایع راد از این سخنان دولت حسن روحانی است که در ماه‌های اخیر محافظ کاران تند رو انتقادهای تندی متوجه سیاست های خارجیان کردند سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران نیز بارها برای همکاری با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده است حسن روحانی نیز در دیماه سال گذشته از سپاه خواست به دولت کمک کند دعوت روحانی از سپاه که پیشتر پروژه های اقتصادی کشور را علا رغم وظیفه نظامیش بر عهده دارد در سالهای اخیر گزارش های متعددی از ورود سپاه پاسداران به صنعت نفت ایران با هدف کمک به دولت محمود احمدی نژاد به منظور فروش نفت منتشر شده است از بابک زنجانی به عنوان یکی از مهمترین کارگزاران سپاه نام برده می شود که به خاطر واریز نکردن پول نفتی که فروخته است از سال گذشته دستگیر و زندانی شده است پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس نیز از ورود این نیروی انتظامی به صنعت نفت خبر داده و تاکید کرده بود که پلیس پول نفت فروخته شده را به خزانه دولت واریز نکرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که مبنای آن فروش نفت در ازای کالاست. این خبرگزاری گزارش داده مسکو تمام مدارک لازم برای خریداری 500 هزار بشک نفت در روز از ایران در ازای فروش تجهیزات و کالاهای روسی را رو تهیه کرده و مکنون مذاکره بر سر قیمت نهایی نفت در جریان است گفته شده بر مبنای این توافق نفت ایران با مواد صنعتی و مواد غذایی مبادله می شود و این توافق شامل تجهیزات نظامی نمی شود یک مقام ایرانی بدون ذکر نامش به رویترز گفته است این توافق برای دو تا سه سال برنامه ریزی شده و در آن قیمت نفت اندکی کمتر از قیمت رایج در بازار پیش بینی شده است رئیس دایره تحریم های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید نشانه‌هایی از تلاش شرکت های برای ورود به بازار تجاری ایران پس از معاهده اتمی ژنو دیده نمی شود. به گزارش خبرگزاری رویترز دیوید کوهن در سنای آمریکا گفته است بر اساس تخمین های اولیه مقامات این وزارتخانه انتظار داشتند به دنبال توافق صورت گرفته با ایران نزدیک به 6 تا 7 میلیارد دلار از منابع رفع تحریم شده نصیب تهران شود اما به نظر میرسد این تخمین بیش از اندازه بوده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله بعد از خبر پخش شود. شب و روز شما خوش